سلام به برادرچه کاکتوس شو، خوش اومدید به قسمت جدید کاکتوس شو. امروز با یکی از استریمرهای دیگه یا آپارات هستیم، علی جون عزیز. چطوری آقا؟ حالت خوبه؟ سلام، مرسی، خیلی ممنون. سلام میکنم به شما دو تن عزیز و همه بیادر که دارن شما رو میبینن. امیدوارم خیلی به اون خوش بگذرد. خیلی خوش اومدی عزیزم، خیلی خوش اومدی. قبلش همه قانونا رو میدونه، یعنی بهش توضیح دادیم و خودش میدونه از قبل علی و تجربه قبلی داره، یعنی قبلا ویدیو رو دیده و یکم آگاهی قبلی داره نسبت به ویدیو، آمادگی داره. و اینکه ما برای ویورا یه بار دیگه توضیح میدیم، یه اینترویو دو بخشیه که بخش اولش 10 تا سوالی که میتونی بهشون توضیح بدی، یعنی خیلی بلند به جواباتو میتونی تعریف کنی. اما بخش دوم که اسمش سونا خوشگل، نمیتونی اصلا تعریف کنی یا فکر کنی، باید سریع تو 3 ثانیه جوابو بدی و اگرم نخوای جواب بدی یا دیر جواب بدی یه جریمه میدی. خیلی آسونه، لیتس گو. اوکی، بریم سوال اول. سوال اول. واو، استرس. آماده ای؟ خب. اگه این قابلیت رو داشتی که داخل دنیای یک بازی باشی، چه بازی رو واسه دنیات انتخاب میکردی و چرا؟ Assassin's Creed Ezio. اوکی. چرا؟ خیلی خفنه. خب قابلیتی که Ezio داره، اول یه ذره واقعیه، خیلی دور از انتظار نیست، و اینکه خب جزء اولین بازیه بود که واقعا عاشقش شدم. Assassin's Creed 2. یعنی کلا دوست داری از در دیوار اینا بری بالا دیگه. آره. پارکورم خیلی دوست دارم و اون از اینا که داره میاد بیرون دیگه. بچه هم که ما همه عشقشون از اونا بود که میومد بیرون. آره، من فکر کردم شاید تو مایه جی تی آی اینا بری، اون واقعی تره دیگه. اگه دنبال واقعی میگردی، فرض کن 5 ستاره بشی، پلیس بیفته دنبالت دیگه، آخر رستن. سوال دوم، اگه میخواستیم که اگه یکی از قابلیت‌های دختره رو میخواستی داشته باشی، کدومشو میخواستی داشته باشی؟ ریزبینی. خانم ها خیلی ریزبینن، ولی آقایون نه. از ولی تو رانندگی درخت رو نمیبینن. آقا سعد نه، نه جدی، اون به خاطر ریزبینه، چون انقدر به جزئیات دیگه توجه میکنن، به دیتیل توجه میکنن، حواسشون پرت میشه که فاصله با ماشین جلوی همینطور داره کم و کمتر میشه. متوجه چی میگم؟ آره، مثلا بیشتر از آینه جلوی طرف داره قیافه پسره رو مثلا داره دید میزه، چون که داره نزدیک میشه. تایم اون آره، مثلا مارک ساعتش چیه مثلا، بنده بغل اینجوری مثلا چه سیگاری داره میکشه، یا همچین چیزایی. اگه مجبور باشی که عکس یه شخصی رو همه لباسات حتی جورابات بزنی، اون شخص میتونه چه کسی باشه؟ رابرت دان جونیور. یه جور تو جواب میدی، انقدر سریع جواب داد، الان دوست دارم ببینم رو جورابش چه عکسی داره. یکی از استریمرهای دختره بگو که میخوای باش ریل بزنی. نه، نمیتونی باش ریل بزنی. ببین، یه خیلی توضیح مفصلی داره توی آپارات. اصلا به من میگن، میگن چرا با استریمر دختر تو دوستی همش؟ جین جدی دارم میگم، با هانی لاینس، نمیدونم ملیس، هانی پینک، همین دیشب من ریت کرد. من تالا استریمر نرفته با حقیقتش، مدام ویدیو نبینه، ولی دیشب من ریت کرد. یا مثلا خاندلی که مثلا خیلی با هم دیگه دوستیم، از اون قبلی که حتی مثلا استریم میکنه، یکی دوتا آپارات ویدیو گذاشته بود و من فالوش کردم ویدیوش، خیلی خوشم اومد. یا حتی قبل اینکه مثلا استریمر بشه من مثلا میشناختمش. یا مثلا چند تا دیگه هم میخوام براتون مثال بزنم، کلا زیاد اهل ریل زدن نیستم، ولی با همشون رفیقم. چه دیدم؟ خب یکیشو الان مجبوری بگی برای ریل انتخاب کنی. حالا حتما مجبوری که بشناسی یه چیزی، باید مثلا معروف باشه. آره یاد. ولی استریمرای دختر ایرانی با یکیشون بر ریل بزنی. سالی خوبه. سالی؟ آره، مبارک باشه. سال پنجم، تا حالا شده گنده تر از چیزی که هستی خودتو نشون بدی؟ بکنم قابلیتی که همه پسرها دارن، هیچ موقع دوست ندارن زایی بشن. دقیقا، بلد نیستن، هیچ موقع نمیگم بلد نیستن. همه پسرها بهونه میارن همیشه. آره، مثلا چه میدونم، مثلا اینطوری باشی که مثلا بگی چه میدونم، مثلا من رنگ که یک فورتنایتم، در صورتی که مثلا نباشی.
اون تایتله که همش فانه، برای فان چرا خیلی این کارو کردم، خیلی کردم مثلا ببینم طرف ریاکشنش چیه. اگر یه نفر بیاد و سیستمت رو به آتیش بزنه و هیچی، به اون یکی نمیتونی بگی اون چه شخصیه. سالیه؟ نه یعنی کیه؟ خواهرزاد کوچیکه. یعنی خواهرزاده کوچیکت بیاد کل سیستمت آتیش بزنه هیچی نمیگی. شاید دعواش کنم ولی نه دیگه، اون کسی که بهش هیچی نمیگی تو وجود نداره. درست میگه، واقعا اگه کسی همچین کاری کنه، خب اون کسی که کمتر از همه زجر میبینه خرزاد کوچیک است. آره راست میگه. جوابو نذار تو دهنش، جوابو نذار تو دهنش. خب یک خواننده زن که خیلی دوستش داری و بگو. خیلی سخته. کجا سخته؟ میتونم بگم بیلی آیلیش. بیلی آینه یش، بیلی آیلیش. اوکی فکر منو میگی که مینه. حالا این سواله ببخشید حواسم نبود نباید اینجا در مورد آرزو هم صحبت کنم. نه اصلا رفتم توی دنیای دیگه. اوکی خب الان همین سوال ادامه داره. من بعد ادامه شو بگم. بخش دوم بگو. ببین با همین بیلی آیلیش خب میری تو رل، ولی اون ماهی یه بار بهت خیانت میکنه، حاضر این کار انجام بدی یا نه؟ نه من باشم. آره اوکیه. اوکیه ماهی یه بار اوکیه، ولی بیشتر بیشتر نبود. اوکی دوست داری جای کدوم حیوان باشی؟ یعنی مثل اون زندگی کنی، منظور از اونه مثل اون غذا بخوری، مثل اون زندگی کنی. آره من خرس رو خیلی دوست دارم. خرس رو. حالا حاضری بخش دوم سوال، حالا حاضری توی باغ وحش تو قفس باشی یا یه لاشخور که بیرون آزاده تا آخر عمرت تو قفس باشی؟ یه خرسی که تو آخر تو قفسی. اون لاشخوره هم خیلی داغونه. اشکال نداره ولی بیرون آزادی لاشخوره. آزاری دیگه لاشخوری میکنی. حیوانه دیگه، اون یکی هم حیوان. من اون لاشخوره باز بهتر. لاشخوره بهتر. میگم اون تصویر ذهنیتی که از خرس داشت واسه تو جنگل بود راحت داره نام روز خودت. هیچ که کار میکنش نداره. آره تا گونده جنگلی و اینجا حرفا. کسی نمیتونه دیگه بالا چشه دفته. علائم عاشق شدن چه شکلیه؟ میخوایم به سالی بگیم چجوری؟ ببین نگاه کن، یه خاصیتی که همه پسره دارن، منم قطعا تون بارزه، اینه که جلو هر دختری خیلی حرف میزن. پسره ها کلن جلو دختر ها زیاد حرف میزن، آدم فرراجی میشن. ببین من اینجوری هم نه یاد یه چیزی افتادم. من اینجوری هم نه بابا، من اتفاقا حرف میزنی خب ولی حرف نمیزنی. احساس کردم ان میخواد دهن در بیا. تو حرف نمیزنی، حرف میزنی. آها اوکی. یکی هم ضربان قلبه دیگه، اونم طبیعی. وای بعد تو رومانتیکی علی، من همجه استرس بگیرم. خشی شد سیدی قلبم، خشی شد با این حرف. خب سال دهم بخش اول، اجازه داری یه سوال دهم آها درسته. خیلی اجازه داری خیلی. یه سوال از من یا از آرمیتا بپرسی یا اینکه از هر دوتا اون بپرسی، یه سوالی که به هر دوتا اون ربط داشته باشه. قصد ازدواج ندارین؟ قصد ازدواج الان دونه ای پرسیدی؟ دونه ای پرسیدی؟ جفتتون پرسیدم ولی جفتتون باید جواب بدید. من نه، سیب بالا. این خیلی دوست داره ازدواج کنه، دوست داره بچه‌ش. ولی آره ولی سیب بالا. ولی من میگم فکر کن هر روز باشی یه نفر ببینی. بعد نه نمیتونم. وارد بخش سونا خشک شدیم و خیلی خیلی این بخش عذاب، بخش مورد علاقه منه و تا حالا ازش بدون جریمه ازش تا حالا بدون جریمه کسی بیرون رفته؟ یعنی میتونی امید داشته باشی
ولی خب خیلی ها تو اینجا جنگ آره میگرفتن. دیگه. اوکی Let's go بریم ببینیم علی چی کار میکنه. با آرایش بری بیرون یا لاک بزنی؟ لاک بزن. سه روز تو بیابون گشنه بمونی یا چهار روز پشت سر هم مار بخوری؟ اولی، سه روز تو بیابون گشنه بمونی. هیچ موقع ریش در نیاری یا با موچین دونه دونه ابرواتو بکنن؟ اولی. هیچ موقع ریش اولی دومی نداری؟ نه نه بعد بگی. بعد سر اولی. طولانی. خب نه میتونی کوتاهش کنی ریش. مثلا اینطوری. اونجوری که الکی شاید اصلا اولی دومیش نفهمی الکی بگی یک دو یک دو یک دو بعد بفهمی داریم چی میگیم به لباس دخترونه بپوشی و 20 کا داشته باشی تو لایوت یا اینکه همینی که الان هستی همین که الان هستم اکانت فورتنایتت بپره یا کیبوردت بشکنه اکانت فورتنایتم بپره آجیبی هم بپره درو باشی یا دروغو درو میدونستم لحظه که داشتی اینو میدونستم به خدا میدونستیم هر دوتا میدونستیم در مورد این فکر میکنه که کدوم باشه بابا خیلی سال بدی سالی بعد اینا رو بفهمه سالی بعد اینا رو بدیم اوکی اوکی جریمه اولت تو بگی یا بگم بگم جریمه چرا راستی؟ جریمه چرا؟ سه ثانیت پر شد نه سه ثانیت من اینجا دستم رو داشتم میگرفتم قشنگ دستم جلو آره جریمه اولت توی استوری می نویسی که رل زدی می زنی رل با بعد آرمیتا رو اون زیر تک می کنی تخم مرغ خام بخوری یا کره خالی کره خالی یه هفته دستبند ببندم به دستات یا یک هفته بدون وسایل الکترونیکی باشی یه هفته دستبند ببندم به دستات از اونایی هستی که نوبی ادای پروها رو در میاری یا از اونایی که پروی ادای نوبا رو در میاری گزینه اول نوبم گفت گزینه اول نداریم جریمه گزینه اول جریمه نه نه اینجوری یعنی سوال ما رو نفهمیدی یه بار قبلش اشتار دادیم دو تا از سوالا رو اینجوری جواب دادی درسته؟ بعد گفتیم اینجوری دیگه نداریم نه نه من گفتم گزینه اول بعدش توضیح دادم گزینه رو آقا ریکته آقا من تقاضی ریکته خب حالا بریم سراغ سوال دهم نمیشه سجده تک کنم نه دیگه بدتر شد که داداش داداش بی خیال بی خیال من یا سجاد آرمیتا ببین تو کل اینترویوهایی که گرفتیم خدایی تو کل این فقط یه نفر گفته فقط یه نفر گفت سجاد نه برو نه قبول ندارم دو نفر گفت کلا یه نفر پسرا فقط اینترویو میگید نمیدونم بابا دخترم میاری من خوشش میاد من نمیدونم داستان چیه خدایی نه ببین ناکن خب پسرا که دختر خوششون میاد ولی دختران هم پشت هم دیگه هستن خیلی داشت تو پشت نه نمیخواد پشت هم کلا من آدم دوست داشتنیم به خاطر همین بس بعض گوشت تلخ نیستم آقای علی عزیز سوالمون تموم شد دمت گرم که اومدی خیلی بهمون خوش گذشت خیلی خیلی ما همیشه آخر همه اینترویوامون از اون شخص درخواست میکنیم که یکی از استریمرهایی که باهاشون خیلی رابطه خوب داری رو به این مسابقه به این اینترویو دعوت کنیم اوکی علی جان کیو میخوای به مسابقه ما دعوت کنی؟ به کاکتوس شو دعوت کنی؟ خانم دلی رو میخوای دعوت کنی؟ خیلی هم عالی خب دمت گرم که اومدی خیلی بهم خوش گذشت و اینکه معرفت گذاشتی و وقت گذاشتی و دمت گرم عشق منی بچه کاکتوس شو خیلی خوش گذشت بهمون مرسی بچه کاکتوس شو هر جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران یه قسمت جدید کاکتوس شو داریم پس این ویدیو رو که دیدین حتما لایک کامنت بذارین و به دوستاتون بفرستید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین خدافظ